من میگم هر چیزی یه قانونی داره، حتی دعوا کردن توی رابطه. قبول داری؟ ببین، حالا اون رابطه مهم نیست اصلا، رابطه دوست و رفیق باشه، رابطه سپید. الان هر حرفی بزنی توی میکروفونت هست، اگه میخوای حرف نزن. رابطه میخواد دو نفر باشن که دوست دختر دوست پسر باشن، زن و شوهر باشن، رفیق باشن، دوتا دوست باشن. در آورده سپیده چیزه. آره. خب بعد من میگم رابطه بالاخره حرمت داره دیگه. شما با یک آدمی دوست شدی، حالا با دوست پسرته، دوست دخترته، یا اصلا دوست هم جنسته، مثلا یه دختره، خب دوست شدی، بالاخره این آدم ارزشمند بوده که تو برای یک تایمی، یک ماه، دو ماه، شیش ماه، ده سال براش وقت گذاشتی، پس برای خودت وقت گذاشتی، تو ارزشمند بودی، این آدم رو در حد خودت دیدی که وارد رابطه شدی باهاش، درسته؟ پس چطور میشه که وقتی که شما با اون آدم قهر میکنی یا دعواتون میشه یا سر یک موضوعی تفاهم ندارید، میزنید همه چیز رو نابود میکنید؟ به عینه توی همین چند ماه گذشته من این داستان رو داشتم. دو نفری که بسیار با هم دوست بودن و هیچ کدومشون با من دوست نبودن و من اصلا نمیشناختمشون، درسته؟ سپیده حالا میدونه. خب آقا زده و این دو نفر با هم دیگه قهر کردن، بحثشون شده، حالا سر هر چیزی من نمیدونم اصلا. آقا یکیشون بی خوبون رابطه رو قطع کردن بماند که یکی از اینا شروع کرده به من زنگ زدن، وایسای اون یکی رو برای من فرستادن، حیثیت اون یکی رو بردن. خب عزیز من، اون به تنهایی این کارا رو نمی کرده که، خوشگل من، تو هم همراهش بودی. بالاخره اون هر آتیشی برای من به پا کرد، تو هم همراهش بودی، چون اون تایم رفیقش بودی. چطوره که الان اومدی و این چیزها رو به من میگی؟ تو حقی نداری. البته که من اینا رو بهش هم گفتم و بهش هم گفتم دیگه با من تماس نگیر و این چیزها رو به من نگو، چون تو الان دلت برای من که نسوخته داری میای این چیزها رو به من میگی. تو فقط به خاطر این که دل خودت خنکشه داری این چیزها رو به من میگی و این دردی رو از من دوا نمی کنه. اون تایمی که شما نباید به من آسیب میزدین، به کمک همدیگه زدین. خب الان تو اومدی مثلا چیکار کنی؟ یا مثلا طرف دوتا دوست دخترن، دوتا خانوم با همدیگه دوستن، بعد از یک تایمی، حالا یک سال، دو سال، پنج سال از همدیگه جدا میشی، بعد تو میری همه چیزو میریزی کف دست شوهرش، یا میری همه چیزو میگی به دوست پسرش؟ این خیلی کاره. ببین انقدر بیمعرفتی، بیرحمانی و زشتیه. بالاخره شما رفیق بودین. به نظر من اصلا هم دلیل نمیشه آدمی که یه روزی یه کاری کرده حتما آدم بدیه، صرفا آدم بدیه. ولی این حرفا که مثلا دوتا رفیق بودن با هم یه سری کار، حالا هرچی انجام دادن، بعد بیان تو رابطه بازگو کنن، این خیلی. اون طرف رو در مقابل چشم اون یکی دیگه اصلا خیلی اصلا حرکت بدیه. یا زن و شوهرها، دوست دختر دوست پسرها. آقا مثلا من نوعی یه دوست پسری دارم از سه ماه پیش. مثلاش هم نمیخواد بگی، یکی دیگر رو بگو. از ما مایه بذاری تو خدا، یعنی خوشم میاد خواهر کوچیک از دیگه. خب مثلا پرستو الان یه دوست پسر داره. سه ماه پیش پرستو مثلا یه تلفن ناشناس بهش زنگ زده، تلفنش رو جواب داده، دیده یه پسره. مثلا بهش گفته چطوری پرستو، منو میشناسینم؟ گفته نه و قطع کرد. آقا بعد از سه ماه الان با دوست پسرش پرستو مثلا سر یه مسئله ریز دونگشو نداده پرستو، مثلا دعواشون شده، بعد برمیگرده میگه تو فکر کردی من یادم رفته سه ماه پیش اون پسره بهت زنگ زد؟ خب این یه چیزیه که توی روانشناسی هم بهش میگن، وقتی که مشکلی پیش میاد ما باید برگردیم همون مشکل رو حل کنیم. آفرین. و به مسائل روز پیش و هفته پیش و ماه پیش و اینا کاری نداشته باشیم.
اونا تموم شده، بخشیدیم نبخشیدیم، دعوا کردیم قهر کردیم، هرچی تموم شده رفته. الان ما باید در مورد این اتفاق جدید صحبت کنیم. هر چقدر برگردی عقبتر موضوع رو بدتر میکنی، داستان رو عمیقتر میکنی. برای همین خوشگل من، دختر خوب، پسر گوگولی، شما اگر که چرا به دختر گفتی خوب، به پسر گفتی گوگولی؟ اینو باید میبردن تو گشت ارشاد. شما موضوع روزتو همون روز حل کن، یعنی از ذهنت خارج کن که توی دفعه بعد نیای دوباره جنگ و جدل. یا مثلا دختره اومده یا خود اصلا پسره، مثلا دوست پسر تو سپید خانم. نه عزیزم، من تو رابطه‌ام متعهدم. پرستو، دوست پسر تو اومده به تو گفته که من مثلا با یکی رفیق بودم قبل تو. آقا دلیلی نداره تا تپه به توپی میخوره بیای بگی که نه تو اصلا آدم نیستی، اگه آدم بودی که نفر قبلیه ولت نمیکرد. اگه اون زندگی گذشته شه و به الانش وقتش با ما هیچ. من میگم که همه چیز حرمت داره. حتی نیم ساعت تو کنار یک آدم بشینی باش وقت بگذرونی باهاش یک چای بخوری، احترام حرمت داره. اون رابطه باید بهش احترام بگذاری و اجازه نداری توهین بکنی. بله، اجازه نداری توهین بکنی. مشکلاتت رو با خودت حل کن. حتی دعوا کردن هم آداب داره. بشین شیک تر و تمیز راجع به موضوع صحبت کن. من خودم آدمی هم که وقتی عصبانی میشم حرف نمیزنم. به نسبت اون عصبانیت هر چقدر طولانی تر باشه و شدتش بیشتر باشه طولانی تر حرف نمیزنم، اما بعدش که برمیگردم خیلی متین میشینم راجع به مسئله صحبت میکنم. پس لطفا وحشی نباشیم. با تشکر، بای.